بیننده برنامه صبح زندگی هستید. از اینکه با ما همراه هم کلام هستین، جهان سپاس. در حال حاضر دکتر صاحب سمیرا یفتلی متخصص ولادی نسایی از روی خط اسکایپ با ما هم کلام هستن و در رابطه با فیستول های ولادی صحبت های داریم. جناب دکتر صاحب سلام و صبح زیبایتان بخیر. تشکر. به نام یاد خداوند و با تقدیم سلام خدمت شما و همه دستندکاران تلویزیون آریانا، البته به نام صبح زندگی آرزو میکنم که صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشین و پیامایی را که ما شاید با اونا شریک سازیم برشان مفید باشه. تشکر. بدون تردید که همین گونه است. تشکر از اینکه شما دعوت ما را پذیرفتین. جناب دکتر صاحب، قبل از اینکه سراغ بحث اصلی برنامه یعنی فیستولای ولادی بریم و پیرامون این موضوع بپردازیم، جا داره که یک توضیحات در رابطه با مرگ و میر مادران در انگام ولادت در افغانستان یک معلومات ارائه کنین. چگونه است آمارش و کدام عوامل برمیگرده که ما در این قسمت تلفات داشته باشیم و مادران از دست بدیم در جریان ولادت؟ بله، تشکر. تشکر خوار عزیز، قسم که شما میفهمین و تا ما شما از رسانه ها، از میدیا، از منابع مختلف همیشه مردم مشکلی که افغانستان در جهان بلندترین آمار مرگ میره مادرها را داره است. یعنی که در هر 30 دقیقه یک مادر در افغانستان جان خود را دست میده و این گپ بسیار مهمی است که یعنی این مرگ میره که ما داریم یا مرگ مورتالیتی موربیدیتی که ما میگیم یا مرگ معیوبیت که در نزد خانم ها در جریان ولادت وجود دارم، این یکی از دلایل بسیار عمده از اینکه میفهمیم افغانستان از جمله کشورهای رو به انکشاف هست، از جمله کشورهایی هست که فقر اقتصادی، بیسوادی، عدم دسترسی به خدمات صحی و همچنان عقاید و ازلا امون نظریات مذهبی و سنتی و بعض مسائل تردیشنل که در افغانستان در فامیلا و خانواده ها بسیار رایج است. و اگر بسیار مهم دیگه ازدواج در سنین بسیار زیاد پایین، عدم مراعات نبودن فامیلی پلاننگ، یعنی خانمایی که مثلا اکثرا ولادت های بسیار پی در پی و زود زود داره به اصلا ایجاد میکنن در نسلشان فامیلایی هستن خانواده ها را در هر سال تا هر نو مباد یک طفل به دنیا میارن. شما فکر کنین پس به این حالت وقتی که یک خانم با او جسم ضعیف و نعیف داره مواجه میشه چقدر میتونه این صدمات ولادت تحمل بکنه؟ و بگم بسیار مهم دیگه است که ما شما در قرا و قصبات و ولایات دست هم خانمای را سراغ داریم اونا دسترسی به خدمات سیه اصلا وجود نداره، با موجودیت فقط یکی از اعضای فامیل یا دایه های محلی که او هم ترن ناشده هستن و قدر کافی ترن نشدن. اینا اکثریتشان میبینیم که مثلا با ولادت های بسیار انسدادی، ولادت های بسیار مشکله که حتی مثلا شاید اگر در شرایط خوب باشه، در شرایط یک شهر باشه، با امکانات مدرن ولادی نسایی باشه، در شرایط یک شبخانه خوب ولادی نسایی باشه، اینجا شاید خانم حتی برای ولادت ترغیب نشه، در حالی که اون مقسم خانمایی که حتی ایجاب میکنن که باید در نزد نو پروسه سیزارین سکشن صورت بگیره، اونا به شمیتود سیزارین ولادت داده شون، اونا را کوشش شده میره تشان کار میشه بالاخره که به یک شکل از اشکال ولادت میکنن. واضح از دیگه که سطح مرگ میر مادرها در جریان ولادت و با پرابلم های ناشی از عمرگی در افغانستان واقعا بسیار زیاد بلند و روز افغانستان. بله، واقعا نکات خیلی خوبی را اشاره کردین. با امید از این خانواده نهایت از که بیننده برنامه ما هستند موضوع را متوجه شده باشند، مخصوصا در قسمت ازدواج های قبل از وقت و نبود امکانات و کلینیک های میاری و با استاندارد. خب دکتر صاحب، میشه در رابطه با فیستول های ولادی که این هم یکی از مشکلات ناشی از ولادت های نادرست هست معلومات ارائه کنین، خود فیستول های ولادی چی هسته؟ تشکر. اول ما میخوایم یک کمی در مورد خود فیستولا، کلمه فیستولا، چون یک شاید بعض خانواده ها و فامیلا نفهمند فیستولا چی هستن. فیستولا یک از پرابلم های بسیار شایع در جهان تشکیل میده و مخصوصا در افغانستان و در کشورهای آسیایی و کشورهای آفریقایی زیادتر از شایع هست، بسیار زیاد. و خودش چی هست؟ در حقیقت عبارت است یک مجرا یا یک فوهه هست بین دو جوف یا دو خالیگاه یا دو فضای عضویت، دو ارگان. یعنی که وقتی که بین دو ارگان مجاور یا دو عضوی که پلوی هم قرار داره در بین زنا یک سوراخ، یک هول یا یک مجرا باز میشه، یعنی میره به نام فیستول یاد میکنن یا فیستولا. در قسمت از اینکه ما با سر چون بحث ما این خود بخش های مختلف میتونه فیستول ها وجود داشته باشن، ولی ما زیاد چون بخش نسای ولادی از کار ما زیاد بالای فیستول های ولادی کار میکنیم یا ابستریکر فیستول ها که میگیم، فیستول های ولادی در حقیقت اونمو مجراهای هست، اونمو به اصطلاح فوات هست یا سوراخ های هست که بین ارگان های سیستم تناسلی باز میشه. مثلا بین رحم
بین خود قسمت کانال مهبل، یعنی جایی که طفل کانال ولادی است، طفل از اونجا عبور میکنه، یعنی کانال برد کانال که ما میگیم یا کانال ولادی، بین اونجا که در کدام در پیشروی از این مثانه هست، در پشتر نمی کانال ولادی رکتوم است یا مو مقعد قسمت آخری خود اما است، مو قسمت ها است و بالاخره در قسمت های بالا پایین تر از او که ناحیه اهلیل یا مو جایی است که به اصطلاح مو قسمت آخری که ادرار از اونجا خارج میشه. اناله هر مجرایی که بین نمی تو فوهات ایجاد میشه، یعنی بین کانال ولادی و قسمت خدا پیشروی که مثانه هسته، این میتونه یک فیستول باشه، یعنی فیستول است. پس در اینجا است که ادرار از قسمت مثانه بدون از اینکه در اختیار خود خانم باشه، از ناحیه معول یا قسمتی که طفل خارج میشه به شکل دوامدار خارج شده میره. و یا اینکه اگه نمی مجرای نمی فوهه بین پشت سر که قسمت رکتوم است، جایی است که مواد غایطه از اونجا خارج میشه، برای او قسمت کانال ولادی ایجاد میشه. اینجاست که مواد غایطه به شکل بی اختیار بدون از اینکه در اختیار خود خانم باشه به شکل دوامدار بدون قطع توقف از ناحیه نمی فوهه نمی سوراخ از قسمت پیشروی یا قسمت همون ناحیه فوهه کانال معبر خارج شده میره. پس میبینین شما که چقدر یک مشکل هم مشکل جسمی هست و یک مشکل روانی و اجتماعی بسیار بزرگ پیش یک خانم ایجاد میکنه که یک خانم مثلا رنج میبره تمام عمر از اینکه ادرارش بدون اختیار خارج شده میره، همیشه بوی نامد بوی ادرار، همیشه با همون مشکلات ناشی از خارج شدن و سرازیر شدن به اختیار ادرار و یا مواد غایطه و چی هستند رنج میبرن. پس یک مشکل بسیار بزرگ اجتماعی و جسمی در نزد خانم ها این تشکیل. بله دقیقاً، که موضوع خیلی مهم است و باید توجه شود. دکتر صاحب نگفتین در رابطه به این که چی باعث میشه که چنین مشکل نزد خانم ها ایجاد شوند، کدام نکات باعث شده که خانم ها با چنین مشکل مواجه شوند؟ بله، قسمی که ما شما میبینیم خانه ولادت یک پروسه کاملا طبیعی است. خانم ها این ولادت های متعدد را داشتن، ولادت های صورت گرفته یا در شرایط خانه یا در شرایط شبخانه و یا اکثرا ولادت ها، یعنی نمیتونه که مثلا ما اگر ارزیابی بکنیم از خانم ها در اینجا دیده میشه که زیادتر بشه خانم ها این مشکل رخ داده یا این پرابلم رخ داده که اونا ولادت هایی را داشتن که بسیار طولانی بوده. بله جناب دکتر صاحب، این بیماری به صورت آنی و فوری بروز میکنه و یا ای که با علائم مشخصی و به مرور زمان بروز میکنه چی علائم داره؟ بله، گپ بسیار خوب است. اینجا وقتی که خانمی پروسه ولادت سپری میکنه، فرزند به هر شکل از اشکال از چندین تا یک مریضای هستن که در جریان دردای ولادت یا تخلصات ولادی بیشتر از چند روز میمانند و یا اینکه این پروسه به حد چی میشه به شکل هانی قسم سپری میشه، بعض اوقات که همین یک فشار دوامدار در یک ساحه وارد شده میره. این فشار دوامدار که ما میگیم اسکیمی یا کمبود جریان خون در ساحه باعث میشه که اونمو ساحه چی شوه به اصطلاح نسج مرده تشکل کنه. وقتی که نسج مرده در اونجا تشکل میکنه، حیاتیت خود اون نسج همون قسمت از اسم میده. این همیجه است که وقتی که به روزمان فقط یک چند روز بعد از او یا یک مدت بعد از ولادت مریض احساس میکنه که ادرارش از ناحیه تناسلی خارج شده میره به شکل مداوم، یعنی بدون از اینکه بخواد یکی ادرار بره به خاطر فعل تبول احساسش در نزدش ایجاد شوه، این همی ادرار به شکل کانتینیوس یا دوامدار خارج شده میره. و اگر این فیستول در قسمت پیشروی باشه، یعنی در کدام باشه بین مثانه و بین کانال ولادی باشه، ادرار دوامدار خارج شده. و اگر این فیستول یا اینمی فوهه در قسمت خلف یا در قسمت پشت سر ایجاد میشه بین دمو مسافه که کانال ولادی و رکتوم قرار داره و قسمتی که از مواد غایطه خارج میشه، این تروخ اگر در اون قسمت ایجاد میشه، اینمی است که از خروج دوامدار و به اختیار مواد غایطه خانم شکایت میداشته باشه و تا بعض اوقات است که یه راز علائم شما میفهمین چقدر زجر دهنده است برای خانم، چقدر آزار دهنده است. مثلا تا باعث از این میشه که خانم ها تجرید شون از محیط زندگی خود کاملا، اونا نمیخواین مثلا دیگه در اجتماعات زندگی بکنن، بسیار میشرمند، احساس شرم، احساس آزار دهنده شرم پیش از نا وجود داره به خاطر که اونا هر لحظه یک بوی بسیار خراب بگیره که ناشی از موجودیت مواد غایطه و مثلا ادرار است در سیستم نای تناسلی اونا با خود می داشته باشن و یه چیزی هست که اونا هر روز و هر لحظه و هر ساعت اونا رو رنج میده. پس این مشکل می که بسیار زیاد جنجال برانگیز باشه و حتی باعث تجرید خانواده ها از محیط خانواده شود، منجر به طلاق های خانوادگی و داشتن فامیلا شود و منجر به از همگسیختگی شیرازه بسیار مثلا همو پروتوفت خانواده ها می تنشه. بله دکتر صاحب، این مشکل و یا این بیماری در نزد خانم ها تداوی داره یا نداره؟ اگر تداوی داره کدام راه های تداوی وجود داره؟ بله،
گپ خوبه است که به نظر من قبل از اینکه با سر تداویش ما صحبت بکنم، ما میخوایم یک چند جمله فقط در مورد وقایش صحبت بکنم. بسیار خوب. یعنی ما پرابلم یک پرابلم هست که قابل وقایه هست، پیشگیری هست. یعنی چیزی نیست که ما بگوییم که مثلا خود به خود به وجود می آید. یک عامل در اینجا وجود داره که باعث ایجاد این فیستول ها میشه، فیستول های ولادی میشه. از این خاطر یک بسیار مهمه که وجود داره و با وقایش ما میخوایم صحبت کنم است که باید سطح آگاهی مردم بلند برده شود، سطح آگاهی خانم ها، سطح آگاهی خانواده ها بلند برده شود، دانش کافی مثلا برشان تعلیمات سی داده شود، بر از نو فهمانده شود که ولادت در یک مرکز صحی کدام شرم و یا آر نیست. مثلا برشان فهمانده شود که ازدواج در سنین بسیار زیاد پایین برای یک دختر بسیار میتونه که اختلالات و مشکلات و پیامدهای ناگوار را با خود داشته باشه، و زیادتر کوشش شود که خانم ها مثلا فامیلا و خانواده ها وزارت صحت عامه باید کوشش های خود کنه، مراکز سی در این قسمت که تا حد امکان کوشش شود که در خانواده های بسیار دوردست هم که در مناطق بسیار دوردست هم زندگی میکنن، بر از نو دسترسی به چیز داده شود، دسترسی به مو خدمات سی برشان ایجاد شود. و بعض اوقات گپ بسیار مهم دیگه ایست که مثلا خود علمی ملای ماما کسایی که در مساجد مثلا به خاطر از روشن ساختن از خان عامه کار میکنن، برای ما است که این مسائل برشان فهمانده شود، پروگرام های فامیلی برشان ترویج شود، برای مردم فهمانده شود که مثلا آوردن طفل هر سال برشان یک مشکل بسیار اساسی را میتونه جور کنه. از یک طرف مثلا این مادر هنوز با همون خونریزی هایی را که حمل قبلیش داشته او را هنوز نتونسته جبران بکنه، آمده به حمل دوم، پروسه دو طفل دوم، طفل دیگه مثلا در شیردهی از طفل دیگه مثلا به اصطلاح دست قرار است که به دنیا بیاید. پس این مثلا ای بر مردم ترویج داده شود. و از طرف دیگه بسیار گپ مهم دیگه ایست که اقتصاد خانواده ها بلند برده شود. خود فقر اقتصادی، دسترسی به کمبود دسترسی به امکانات ترانسپورتی، این همی خودش باعث میشه که اونا به مراکز کمتر مراجعه بکنن و باعث شود که مرگ میر مادرها مثلا معیوبیت مادرها ناشی از این پرابلم در سطح افغانستان کاهش پیدا کنن. بعد از اون میایم طرف تداویش که در قسمت تداویشون تداوی از این سنتا جان که بسیار مهم است که تداویش مربوط دکترا و بخش های مسلکی میشه، فقط معمو مسائل را که مربوط فامیلا و خانواده ها میشه میخوایم سر از او صحبت بکنم که بله فیستول های ولادی تداوی داره خوشبختانه، فعلا ما مراکز بسیار خوب تداوی مریض های فیستول های ولادی را در خود شهر کابل داریم، همچنان به بعض ولایات هم این مراکز با کمک ارگان ها و مراکز بین المللی به اصطلاح مجامع بین المللی در افغانستان ایجاد شده، چون اونا توجه بسیار زیاد به این قسمت دارن، چون آمار معیوبیت مادران ناشی از فیستول های ولادی در افغانستان بسیار زیاد بلند است. از این جهت ما مراکز را خوشبختانه داریم در سطح کشور خود، فعلا در کابل و در چند ولایت دیگه هم این مراکز وجود داره که این مراکز وظیفه شان خاص امی تداوی امی مریضای بخش فیستولای ولادی هستند. البته در صورتی که خانم به این مشکل مواجه می باشه، یعنی از عدم اقتدار ادرار و عدم اقتدار یا امو به از اصلا سر خود بله از آیان تماس ها با دکتر صاحب از دست دادیم، وقتش نمو دوباره کش میکنیم تماس برقرار شد، معلومات و توضیحات لازم و ضروری ارائه کردن. واقعا یک موضوع خیلی مهم و جدی و اساسی است که باید ما متوجه باشیم دلایلی که باعث میشد این چنین مشکل در نزد خانم ها ایجاد شد و زندگیشون مختل بسازه، و همچنان ای که چگونه میتونیم وقایه کنیم. موضوع را البته دکتر صاحب بیان کردن، اگر ما رعایت کنیم بدون تردید صحتمند نباشیم. صحت مادر و طفل یکی از مهمترین موضوعات است و دلایلی که باعث این چنین مشکلات خاط نزد خانم ها میشه واسه همون فقر، نبود مراکز صحی درست و استاندارد، ازدواج در سنین طفولیت و همچنان مشکلات اقتصادی است. در این قسمت توجه کنین و یکی هم به دنیا آوردن طفل بدون وقفه و یا در نظر گرفتن همون معیارهایی که باید رعایت شود در وقفه دهی بین زنان. البته در حال حاضر دکتر صاحب باز هم از روی خط اسکایپ با ما هستند، دوباره سلام تقدیم میکنیم و فرصت دکتر صاحب خیلی محدود و کم است. میخواستم در رابطه با این بپرسیم که شما از کلینیکا و مراکز مشخص یادآور شدین، در مراکز فیستول های ولادی فقط در مراکز مشخص تداوی میشه یا در هر شفاخانه شهر که ولادی نسایی باشه ممکن است که تداوی شود؟ خب تشکر. با وجود که یعنی هر متخصص نسایی ولادی خب توانمندی های خود در سایه تداوی و تشخیص و جراحی عملیاتی مختلفی نسایی ولادی داره، ولی بخش فیستول های ولادی یک بخش کاملا تخصصی هست
یک بخشی است که در افغانستان فعلا در تعداد یک تعداد متخصصین بسیار گرامی ما توسط مجامع بین المللی کارشناسان و مجامع بین المللی متخصصین بین المللی اونا ترن شدن، اونا در شبخانه های مشخص اونا کار میکنن و مرسول فعالیت هستند که خاص شبخانه ها مو بخشاش، البته مو شبخانه ها مو بخشاش به نام مراکز تداوی مریضای فیستولا فعالیت دارن. مثلا نمیال در شبخانه ملالای بسیار یک مرکز بسیار خوب تداوی مریضای فیستولا وجود داره، اونجا همکارای ما اونا در این بخش تجارب کافی دارن و اینا کار کردن در این بخش به اصطلاح تخصص دیدن کونا مصروف کار هستن. مثلا در شفانه بین المللی کیور مرکز دیگه از تداوی مریضای چی از پیسولا هستن. ما همچنان فعلا در بعض ولایات هم مثلا در ولایت هرات را شنیدیم که مراکز تداوی مریضای پیسولا ایجاد شده. یعنی مریضای پیسولا عین به طور مشخص در شفاخانه های مشخص باید ریفر شون و حتی از دیگه شفاخانه هم اگه اینا مراجعه میکنن در معاینه خانه ها کلینیک ها اگه به شکل انفرادی این مریضا مراجعه میکنن اکثرا توسط دکتر صاحبای ما ریفر میشن راجع میشن و مو چیز بقیم به می مراکز که بکردن شما زنده باشین. جناب دکتر صاحب تشکر، یک دنیا سپاس از این که وقت گرانبهایتون در خدمت ما قرار دادین، صحبت خیلی مفید و ارزنده ای را بیان کردین، واقعا معلومات آفاقی ما و همچنان بیننده هایی که برنامه رو مشاهده میکنن زیاد ساختین. تشکر میکنم از شما، بازم شما رو انشالله در برنامه های آینده خواهد داشتیم. اوقات خوب و خوش برای تک تکتان آرزو میکنم و با دکتر صاحب محترم همچنان خوب را انتخاب کردین، موضوع بسیار مهم و یک موضوع بسیار عام و بسیار خوبه که مردم واقعا از هان آمد تاریخ میتونه که رنمودای خوب برشان باشه و اونا حداقل سطح دانششان کم بانگاهیشان کرد بلند. تشکر بسیار. بیننده نهایت عزیز، برنامه صبح زندگی همچنان ادامه دارد. با امید از اینکه موضوع ما طرف توجهتان قرار گرفته باشد، موضوعی که امروز انتخاب کرده بودیم نظر به مشکلات برخی از خانم ها بود که در یه آخر متاسفانه زیاد شده، با امید از اینکه توجهتان جلب کرده باشه. اما در حال حاضر همکار خوب ما اومین افغان به ناحیه کد سنگی رفتن و میخواین یک گزارش خوبی را ارائه کنند. شما و افغان سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.